در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا همراه ماست. علیرضا، از جزئیات حمله هسته‌ای شبیه سازی شده مجدد کره شمالی و واکنش‌ها به اون برامون بیشتر میگی؟ سیما، روز یک شنبه KCNA خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که این کشور یک تمرین شبیه سازی شده برای حمله هسته‌ای تاکتیکی انجام داده. دو موشک کروز دوربرد حامل کلاهک‌های هسته‌ای شبیه سازی شده را به سمت دریای غربی شبه جزیره کره، یعنی دریای زرد، شلیک کرده. کره شمالی مدعی شده که این ماموریت هسته‌ای با موفقیت انجام شده و موشک‌ها در فاصله 1500 کیلومتر و در ارتفاع از پیش تعیین شده 150 متری به ترتیب 7672 تا 7681 ثانیه، یعنی در حدود 2 ساعت و 13 دقیقه پرواز کردن. کره شمالی این اقدام رو هشداری به دشمنان خودش دونسته و اعلام کرده که در صورت جنگ هسته این کشور آماده هستش و بازدارندگی نظامی خودش رو در برابر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تقویت خواهد کرد. اگرچه ارتش کره جنوبی نسبت به ادعای کره شمالی مبنی بر موفقیت آمیز بودن این حمله هسته‌ای شبیه سازی شده ابراز تردید کرده و یک مقام ارشد ستاد مشترک ارتش کره جنوبی بدون اینکه بخواد نامش فاش بشه گفته که تحلیل ها نشان میده که این اعلامیه کره شمالی در خصوص این حمله هسته‌ای شبیه سازی شده اغراق‌آمیز بوده. بر اساس اعلام رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، کره شمالی حدود ساعت 4 صبح روز شنبه این اقدام رو انجام داده و این دو پرتاب رو بعد از پایان مانور نظامی مشترک 11 روزه آمریکا و کره جنوبی با عنوان سپر آزادی اولچی انجام داده. کره جنوبی، ارتش کره جنوبی در بیانیه مشترکی از همکاری نزدیک خودش با آمریکا برای حفظ موقعیت آمادگی کامل خودش خبر داده. توکیو هم پرتاب‌های مکرر موشک‌های بالستیک از سوی کره شمالی رو و البته اون دو تلاش نافرجام برای قرار دادن یک ماهواره جاسوسی در مدار رو به شدت محکوم کرده و گفته که این اقدامات کره شمالی برای پرتاب موشک‌ها صلح و امنیت در ژاپن، منطقه و جامعه بین‌المللی رو نقض می‌کنه و نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستش. پیشتر در چهارشنبه هفته گذشته هم کره شمالی دو موشک بالستیک رو به سمت دریای ژاپن شلیک کردش در واکنش به استقرار بمب افکن‌های بیوان بی ایالات متحده آمریکا در شبه جزیره کره. KCNA این خبر رو که منتشر کرده درباره این حمله هسته‌ای شبیه سازی شده اشاره کرده که آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از کارخانه پوکچونگ دیدار کرده و در اونجا بر اهمیت تقویت نیروی دریایی کره شمالی هم تاکید کرده.